در حالی که فرانسه برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه و کاهش رتبه اعتباریش از طریق وضع برنامه‌های سختگیرانه تلاش می‌کند، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آن در بازار بورس اوراق بهادار افزایش یافت، هرچند کارشناسان همچنان فاصله فرانسه و ایتالیا را زیاد می‌دانند. وضعیت درآمد در فرانسه به هیچ وجه شبیه شرایط دشوار دیگر کشورها چون ایتالیا نیست. بنابراین من فکر می‌کنم که این یک واکنش افراطی است که فرانسه را هم در همان گروه قرار داد. با این حال بازار به آزمایش خود در مورد عزم و اراده سیاستمداران ادامه خواهد داد. به نظرم این مرزی است که فرانسه باید آن را شفاف کند. با افزایش نگرانی در مورد تأثیر بحران یورو بر اقتصاد فرانسه، سود اوراق قرضه این کشور به 3.8% رسید. هرچند نرخ بهره‌ای که فرانسه مجبور به پرداخت آن است، هنوز با سودی که کشورهای بحران زده‌ای چون اسپانیا و ایتالیا می‌پردازند تفاوت فاحش دارد. اسپانیا روز پنجشنبه برای فروش اوراق قرضه 10 ساله خود مجبور شد سود 6.8% وعده دهد و این نرخ در ایتالیا از مرز هشدار گذشت و به 7.2% رسید. بانک مرکزی اروپا که با خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار سعی در کاهش نگرانی بازار و اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران دارد، در ماه جاری هم به خرید خود ادامه داد.